برخی انسان‌ها حتی وقتی که از شروع تازه برکت یافتند، بعد چندی نسل از راه خدا منحرف شدند و بر راه خودشان رفتند. مثلا خدا فرمان داد بارور و زیاد شوید، زمین را پر سازید. اما انسان چی کرد؟ کلام مقدس به ما میگوید در آن روزگار همه انسان‌های جهان به یک زبان سخن می‌گفتند. همان طوری که مردم به طرف شرق کوچ می‌کردند، سرانجام به دشت وسیع و پهناور بابل رسیدند و در آنجا ساکن شدند. آنها به یکدیگر گفتند بیایید خشت بزنیم و آنها را خوب پخته کنیم. آنها خشت را به جای سنگ و اسکیر به جای سمنت استفاده کردند و بعد گفتند بیایید شهر بزرگ بنا کنیم و برج بلند در آن بسازیم که سرش به آسمان برسد تا نام برای خود پیدا کنیم. بنای این شهر و برج مانع پراگندگی ما خواهد شد. سازندگان این شهر می‌خواستند به جای نام بزرگ خداوند مردم نام آنها را ستایش کنند. آنها نیز مثل شیطان تحت اداره روی مغرور و نافرمان قرار داشتند. آنها با خواستن بنای برج که سرش به آسمان برسد همچون انسانهای دیندار امروزی بودند که امیدوار هستند با تلاشهایشان به آسمان برسند. امانند قائن آنها انسانهای مذهبی بودند، اما رای بخشش و رستگاری خدا را نادیده می گرفتند. آنها به خدا و نقشه های او باور نداشتند. خداوند فرمود پس وقت آن است که زبانشان را تغییر دهیم تا سخنان یک دیگر را نفهمند. این اختلاف زبان موجب شد که آنها از بنای شهر دست بردارند و به این ترتیب خداوند ایشان را روی زمین پراگنده ساخت. از این سبب آنجا را بابل یعنی اختلاف نامید، چون در آنجا بود که خداوند در زبانشان اختلاف ایجاد کرد و ایشان را روی زمین پراگنده ساخت. خداوند با دادن زبان مختلف بر هر خانواده و قبیله مانع ساختن برج ایشان شد. انسانها دیگر گزینه نداشتند جز این که از بابل رفته زمین را پر کنند، اما طوری که خدا فرموده بود. این مردم ساخت برجشان را به پایان نرساندند، اما نقشه خدا درست طبق نقشه پیش می رفت.